موضوعشون قضیه فدرالیسم. شما در جهان بگردید از من فدرالیستر پیدا نمی‌کنید. خود من بر این هستم. اینجا یاد گرفتم. اما فدرالیسم در ایران از طریق دموکراسی باید بیاد برادر. نه اینکه چهار تا جدایی طلب اینجا داستان فدرالیسم. آقا جان فدرالیسم از ابتدا مبتنی بر مشترکات و منافع یک عده گونه به هم نزدیک میشیم. ایران که با هم هست، یک پارچه است، 2500 ساله. بنابراین تقسیم قدرت و استقلال قضایی این از در واقع از اصول دموکراسیه. شما نمیتوانید که دموکرات باشین و بگوید قدرت در دست یک نفر یا یک شهر باشه. نمیشه هم چیزی. اما نه این فدرالی که اینا میگوین، نه این فدرالیسمی که نمیدونم که عرض کنم که چهار تا جدایی طلب آذربایجان و سه تا نصف آذربایجان چیز کرد میشینن پیش دوستان ما چای میخورن اینا. بله بله شما راست میگید، اصلا چالش همینه. بله بله هنوز که خبری نیست که آقا بایستی در این مملکت، اولا دست ما نیست، من و شما نیست که سه نفر رو نصف بیان بگن مملکت فدرال کنن فلان کنن، که این دست مردم ایرانه. آقا این ملک مشاع مردمه. یعنی آذربایجانی در بندرعباس مالکه، یه بندرعباسی از خاک آذربایجان در خاک آذربایجان مالکیت داره. این دست مردم ایرانه و از طریق دموکراسی، اول دموکراسی پدر، بعد تقسیم قدرت متناسب با اوضاع احوال و شرایط هر اقلیم و هر جا. شما همینجا در این آمریکا که کشور فدرال هست، بعضی چیزها در تگزاس شما انجام میدید، اگر اینجا انجام بدید حتما شما رو 6 ماه یک سال زندان میکنن، چون فرهنگ اونجا به لحاظ فرهنگ قدیمش و عرض میکنه وضعیتش شرایط اجتماعیش بسیار فرق میکنه تا نیویورک. یه مش قوانین فدرال هم هست که همه جا یکیست. مثل فرض کنید که فلانی مثلا شما جنایت بکنید، هر جا برید جنایته. تازه اون هم باز قوانین فرق میکنه. شما در نیویورک جنایت میکنی نهایت حبس ابده. در همین کالیفرنیا و تگزاس همون جنایت انجام بدی اعدامه. بنابراین این داستان طرح موضوع فدرالیست در این شرایط امروز که یک مش آخونده از خدا بی خبر با یک مش چاقوکش در تهران نشستن و بر سر مردم کوفتن و نوری از آزادی در ته تونل ما نمیبینیم، سخن از فدرالیسم کردن یک سخن بیهوده است، باطلی است به نظر من. بله تقسیم قدرت مثلا دموکراسی مبتنی بر تقسیم قدرت و قدرت موقت، تقسیم مسئولیت. شما در این استانا برید آقا استاندار، استاندار تگزاس، استاندار مریلند قدرت فوق العاده داره، قدرت فوق العاده داره در اداره استان. استاندار میتواند، یک کسی هم این کارو کرد، 5 دقیقه قبل از این که تحویل بده 100 اندی جنایتکار محکوم به اعدام و حبس ابد آزاد کرد با یک امضا. در کشورهای استبدادی فقط یه نفر هست این حق رو داره. ما این چیزها رو میدونیم عزیز من. استاندار قاتل رو میتونه ببخشه در استان خودش، هیچ ربطی هم به واشنگتن رو نمیدونم رئیس جمهور اینا نداره. این خوبه، این درسته. اما ما هنوز عرض کنم که خوب نبرده پی به حقیقت نشسته در تحقیق. نبرده ره به طریقت ستاده در ارشاد، نبرده پی به حقیقت نشسته در تحقیق. به خز خنده و خود در میان وادی گم، به نوح طعنه و خود در میان بحر غریق. ما که هنوز اول کار نرسیدیم، ما نتوانستیم همدیگه جمع بشیم در یک جبهه برای آزادی که نتوانستیم در این مملکت تقسیم میکنیم. خوشون اومده چایی بخوریم با 4 تا نمیدونم جدایی طلب، حالا زیر چتر فدرال و فدرالیسم و این داستان ها. حالا در موضوع چیز میخوام عرض کنم، در موضوع قاضی محمد که عرض کردم، شما در تاریخ خیانت ها در عصر جدید اگر ما بخوایم مهر خیانت بزنیم، بیشترینش رو به فیلد مارشال پتن باید بزنیم. لطفا عکس فیلد مارشال پتن رو نشون بدین. مارشال آف فرانس، مارشال آف فرانس
بله این فیلد مارشال رو نگاه کنین، این بزرگترین سرباز تاریخ فرانسه است. از این بازسته که بله ارتش فرانسه از این جنرال بهتر تولید نکرده، فیلد مارشال پتن. پتن این با پتون اشتباه نشه ها، جورج اس پتن آمریکایی بود، این پتن هست، P-A-T-A-I-N پتن. این آقا بزرگترین مارشال فرانسه بوده. طرح‌های جنگیش یکی از خونین‌ترین جنگ‌ها رو عرض کنم برده، بدل آف وردون. وردون دیگه فرانسوی ها دیگه مایه غرورشون پتن بود، مثلا پتن. وقتی آلمان ها حمله کردن گرفتن فرانسه رو، آمدن و به ایشون دولت به ایشون واگذار شد یه کاری بکنه، دولتی ترتیب داد و شروع کرد و یک دولتی ساخت به نام ویشی گاورمنت در مرکز فرانسه که خیلی خیلی مشهوره، ویشی گاورمنت در تاریخ خیلی مشهور. بعد چه کرد؟ شروع کرد با آلمانا ساختن، یعنی آلمانا هر چی می‌خواستن یا آقا انجام میداد، از سوپلای و مهمات و ساخته بود با دشمن. بعد جنگ تمام شد، این آقا رو به جرم تریزن خیانت آوردن و محاکمه کردن، به اعدام محکوم کردن فیلد مارشال رو. ببینید چیکارش کردن، به دارش کشیدن. این دیگه رسما کشور داده به آلمانا، ارتش شکست خورده بود، فرانسه اشغال شده بود. عرض میکنم که دیگه از این بدتر که نمیشه، اونا نازی های اونچنانی آمده بودن و این آقا با اینا مینشست و قهوه میخورد و فرمونای اینا رو اجرا میکرد، فیلد مارشال پتن. محکوم شد به اعدام. دوگل که رئیس جمهور فرانسه بود گفت ما نمیتوانیم پتن رو اعدام کنیم، چگونه میشود مارشال آف فرانس رو به جرم نمیدونم تریزن یا همون خیانت به دار کشید؟ و آقا حبس براش کافی.